بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ابي الغاصم محمد و علیه آله و الطاهرین و صحبه المنتجبین روزهای سختی رو ما در این دو هفته پشت سر گذاشتیم با مصیبت ها و مشکلات بسیار زیاد و مردم ما با حضورشون با دادن دلگرمی با همدردیشون با همنواییشون این غمها و مشکلات رو کاستند و این ویژگی فرهنگ ملی ماست که از خادمان خودش پاس میداره و در روز شادی و غم در کنار هموطنان خودش می‌ایسته. خب شرایطی که ما در او قرار داریم، شرایطی است که بدون تاباوری و مقاومت و ایستادگی یک ملت یک پارچه عبور از اون امکان پذیر نبود و امکان پذیر نخواهد بود خب شما همین نکته رو ببینید که یک فرمانده نظامی ما به دست آمریکایی‌ها ترور میشه و اثر این شهادت در کل منطقه و جهان چه مقداره حالا اینجا بانک مرکزی است این شهادت حتی در قیمت ارزها در قیمت نفت در قیمت بورس در همه بازارهای مالی دنیا اثر گذاشت و از لحاظ روانی و فکری و سیاسی کل منطقه رو تحت تاثیر گذاشت یعنی اینکه مردم مسلمان از کشمیر تا آفریقا همدردی کنند و در این سوگ ازاداری کنند یک حادثه کم نظیری است این قدرت این نظام رو میرسونه این یک انسان خدوم فداکار نقشافرین در منطقه ببینید چگونه جنایت آمریکا و از اون طرف شهامت فرزندان این ملت و ایستادگی این ملت دنیا رو تحت تاثیر قرار داده کمتر کشوری است که جرأت بکنه در برابر آمریکا صریحا اعلام بکنه و یک پایگاه نظامی مهم منطقه ایش رو زیر موشکباران قرار بده آمریکا به همه ظلم میکنه به همه تجاوز میکنه به همه ملت ها منافعشون زیر پا میگذاره ممکنه بعضی ها هم به زبان تهدید کنند، اما اینکه در مقام عمل یک پایگاه نظامی اونها رو ما نیمه شب بلرزانیم و پنتاگون رو برای 24 ساعت در برابر این حادثه بیدار نگه داریم و ناچار کنیم آمریکا رو که از تهدیدش عقب نشینی کنه خب این نکته مهمیه رئیس جمهور آمریکا گفته شما اگر به ما پاسخ بدید ما پنجا و دو نقطه مهم ایران رو و از جمله مراکز بسیار مهم فرهنگی و تاریخی ایران رو هدف قرار میدیم و منهدم میکنیم و وقتی ما حمله میکنیم لحن او تغییر میکنه برنامه او تغییر میکنه و صریحا و رسما عقب نشینی میکنه و وقتی یک حادثه دردناک تو این کشور اتفاق میفته و 176 نفر عزیز رو این کبوتران علم و دانش و تحقیق و انسانهای مختلفی که آزم یک سفر بودند بالهاشون در آسمان میسوزه و اینها به زمین میان یک ملت به تمامه داغدار میشه یک نفر نبود در سراسر این کشور که از این حادثه داغدار نشه و اظهار همدردی نکنه و البته اقدامات دیگر پشت سر این اشتباه بزرگ باید انجام بگیره که انجام خواهد گرفت من میخوام بگم ملت ایران یک ملت عادی نیست که به سادگی بشه این ملت رو در برابر اهدافی که دشمنان ما دارند از مسیرشون منحرف کرد یک ملت بزرگی است که راهش رو انتخاب کرده به خوبی ایستادگی میکنه البته در میدان مبارزه و جنگ و ایستادگی زخمی شدن و سختی و مشکلات و طبیعی است که در این میدان خواهد بود بر حال یک ابرقدرتی مقررات بین المللی رو زیر پا گذاشته توافق رو زیر پا گذاشته و رسما اعلام کرده که من میخوام با این نظام و با این مردم بجنگم و مقابله بکنم و این مردم رو تسلیم بکنم خب کاری که آمریکا در این مدت انجام داده برای خودشون و برای دنیا روشن شد که برنامه ریزی آمریکا کاملا غلط و اشتباه بوده این چیزی نیست که ما بخواهیم استنباط بکنیم رئیس جمهور آمریکا به تعدادی از سران کشورها که لاقل سه نفرشون با من صحبت کردند به اونها گفته بود با طرح تحریم جدید و فشار حداکثری نظام ایران یا به تعبیر او رژیم ایران سه ماه بیشتر مقاومت نخواهد کرد و بعد از سه ماه مزمحل میشه خب از اردیبهشت سال 97 که اونها آغاز کردند و شروع کردند و خروجشون رو از این توافق و توطعه و برنامه ریزی و تحریم بسیار شدیدی که از سیزده آبان سال قبل اجرا کردند و عملیاتی کردند تا امروز ببینیم که ملت ما قویتر مستحکمتر در برابر این توتعه است یا ضعیفتر شده خب از آغاز امر دولت یازدهم ما شاهد اون بودیم که ما با یک مشکل بزرگ سیاسی و اقتصادی روبرو هستیم از ابتدا هم که بنده آمدم در رقابت های انتخاباتی به خوبی می که ما با مشکل بسیار بزرگی مواجه هستیم آمار ارقام روشن بود اون وقتی که در سال 92 ما آمدیم تو رقابت انتخاباتی معلوم بود وضع تورم چیه معلوم بود وضع رکود چیه معلوم بود وضع سرمایه گذاری چیه معلوم بود وضع ما با دنیا چگونه هست خب این قبلا من گفتم این تعبیر رئیس جمهور فرانسه است رئیس جمهور قبلی که اولش در یک جلسه به من خصوصی گفت بعد یک بارم که من پاریس رفتم در حضور خبرنگارها گفت گفت ما شش کشور قاطعانه تصمیم گرفته بودیم برای حمله نظامی به ایران و مصمم بودیم که در سال 2013 این حمله انجام بگیره بعد از انتخابات در سال 2013 و شرایط دولت در ایران ما رو دچار تردید کرد و بعد منصرف شد یعنی حضور مردم در یه انتخابات یعنی ایستادگی مردم و این هم آمد هیچ که تکذیب نکرد این آمد پشت بلندگو گفت که ما شیش کشور متفق شدیم که به ایران حمله کنیم هیچ کشوری هم نیومد تکسیب کنه که نه اینجور نبوده برای ما روشن بود که ما در چه شرایطی هستیم برای شخص من روشن بود ما در چه لبه ای قرار گرفتیم اما مردم ما آمدند در این راستا در کنار نظام و دولت قرار گرفتند از همون آغاز دولت یازدهم شما در افکار عمومی جامعه ما و در انتظارات تورمی تغییر رو به طور کامل مشاهده کردید من تو گزارش صد روز اول وقتی گفتم ما در دولت یازدهم تورم رو میرسونیم تک رقمی میکنیم هفته بعد تو جلسه اقتصادی همه مسئولین اقتصادی به من ایراد گرفتن گفتن چرا شما گفتی در دولت یازده هم ما تک رقمی میکنیم مگه میتونیم همچون کاری بکنیم مگه شده نیست تورم 40 درصده شما وقتی تک رقمی کنی خود اقتصاددانهای ما باورشون نمیشد که این کار امکان پذیره و این کار رو ما قبل از موعد انجام دادیم یعنی ما گفتیم تا پایان دولت یازده تو وسط دولت یازده تو وسط سال 94 این تورم ما تک رقمی شد 94 تک شد 95 تک بود 96 تک رقمی بود حتی اوایل 97 این روند ادامه پیدا کرد خب این چی باعث شد امید مردم به آینده اینکه مردم دیدن مسائل در حال حل و فصله یکی بعد از دیگری گره ها باز میشه خب ما میدونستیم که اقتصاد ما یک بخشیش وصل به سیاست و سیاست خارجی است ای کسی بگه من به سیاست خارجی کار ندارم من به دنیا کار ندارم کاملا درونگرا هستم داخل دروازه هم فکر میکنم اقتصادم همه مشکلاتش رو حل میکنم حالا من بلد نیستم البته اقتصاددانم نیستم ولی بلدم نیستم که اگر اقتصاددانی بلده بیاد به ما بگه که تمام روابط خارجی تخریب شده باشه به هم ریخته باشه مردم احساس کنن شرایط هر روز سختتر میشه تحریم های بین المللی به ما فشار بیاره در فروش محصولات ما از جمله نفت با مشکلات مواجه باشیم اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخوره این حالا حداقل من بلد نیستم به نظر من در دنیای امروز همه دنیا به هم متصله اینجوری نیست که شما بگید آه اقتصاد بره کار خودش انجام بده اقتصاد به فرهنگ چه رب داره کاملا به فرهنگ مرتبطه اقتصاد چه کار به سیاست داره حتما به سیاست مرتبطه اقتصاد چه کار به امنیت داره؟ حتما به امنیت مرتبطه. شما تو شرایط جنگی یا در شرایط صلح شرایط اقتصادی تو متفاوته. تلاش دولت این بوده که یک صباتی رو و یک امیدی رو نسبت به آینده به وجود بیاره. جلو برخورد نظامی رو بگیره، جلو جنگ رو بگیره، و این کار رو روزانه انجام داده روزانه یعنی همین دیروز یعنی همین امروز من روزانه مراقبت میکنم من به عنوان مسئول شورای عالی امنیت ملی روزانه مراقبت میکنم نمیتونم همه چیز رو اینجا بگم و گفتنی نیست فعلا اما اگر مراقبت مداوم انجام نگیره بین جنگ و صلح یک گلوله فاصله است نه شما بدونید یک گلوله میتونه جنگ بیافرینه و خودداری از شلیک اون گلوله میتونه صلح بیافرینه این یک وظیفه دولت دولت این رو دنبال میکنه البته میدونید ما از لحاظ قانون اساسی اختیارات در قانون اساسی توزیع شده است یه اختیاراتی رئیس جمهور داره یه اختیاراتی کلیت دولت داره یه اختیاراتی مجلس داره یه اختیاراتی رهبری داره بخشای مختلف اختیاراتی دارن ما تو چارچوب این قانون اساسی باید حرکت بکنیم خب تو این چارچوب قانون اساسی پیچیدگی هایی داره باید اینا رو مد نظر قرار بدیم و پیش بریم پس یک مسئله مسئله امنیت ما مراقبیم با تمام توان در حد امکان و قدرتمون و البته من مطمئنم همه مسئولین کشور هم در این زمینه هم عقیدم یعنی همه میخوان امنیت برقرار باشه هیچ که شرایط ناامنی رو نمیخواد این موضوعی است که ما اتفاق نظر داریم اما بعد از امنیت مسئله سیاست خارجی است ما با دنیا چگونه رفتار بکنیم دنیا با ما چگونه رفتار بکنه این کافی نیست که ما بگیم این و آن و آن و آن این ده تا بشماریم بگیم اینا دشمن ما هستن خب بله دشمن ما هستن خب چی ثم مازا چه کنیم مردم ما رو انتخاب کردن یکی از وظایفی که بر گردن ما گذاشتن این که چگونه این تنش ها و دشمنی ها رو فتیلش بیاری پایین و برای چه به ما رای دادن پس که ما چیکار کنیم ما بیم دو مرتبه به مردم خبر بدیم آ خیلی روابط سخته ها خیلی دنیا اونا با ما خوب نیستن و ته دلشون با اسلام خوب نیستن ته دلشون با ایران خیلی خوب حالا چی چه کار خوب نیستن چی کار کنیم؟ آیا راحل وجود داره یا راحل وجود نداره؟ اینجا البته ممکنه یه اختلاف سلیغه هایی، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه ما می گفتیم که میتونیم با تدبیر مشکلاتمون رو با آژانس بین المللی اتمی حل کنیم یه دم می گفتن که امکان پذیر نیست با اختلاف نظر بود برای اونا میگفتن اینا ساده لوهن ما میگفتیم اونا به همه پیچ و های دنیای امروز آشنا نیستن حالا میباست بریم تو عمل دیگه چاره نبود ما رفتیم تو عمل ثابت کردیم که با دنیا میشه تعامل کرد ما تمام پرونده هسته ای که بعضی از دوستان ما میگفتند تا صد سال دیگر هم حل نمیشه حل کردیم و تمام کردیم و پی ام دی رو بستیم پرونده ای که همه میگفتن دهها ده ها سال طول می کشه تا این پرونده بسته بشه البته با دنیا کار کردن سخته مشکله میگن طرف شما آدم هایی هستن که نباید بهشون اعتماد کنید خب بله درسته اتفاقا اگر طرف قابل اعتماد بود که خیلی کار ساده بود کار آسان بود وقتی طرف قابل اعتماد نیست کار سخت میشه و مشکل میشه بهترین راحل اینه که شما راها کنی یعنی راحت ترین نه بهترین راحت ترین راحل اینه که نمیشه میری یه میشینی همه هم ازت تعریف میکنن میگن این آدم آدم خیلی شجاعی بود اعتنا نکرد به دنیا اخت کرد به دنیا پشت کرد به دنیا میشه این کاری کرد ولی کار مردم حل نمیشه گره زندگی مردم باز نمیشه وقتی آدم میره تو میدون البته سختی داره البته مشکلات داره البته همونطور که میزنه میخوره بعضی توقع دارم ما تو میدون جنگ بریم زخمی نشیم یعلمون کما تعلمون قرآن میگه همون جوری که شما زخمی میشید دشمنان شما هم زخمی هم شما زخمی میشید هم دشمنان مگر پیغمبر در جنگ احد زخمی نشد مگر دندانش شکسته نشد مگر امیرالمومنین در جنگ خندق زخمی نشد پیشانی مبارکش میدون جنگ آدم زخمی میشه ما وقتی میریم زخمی میشیم به ما میگن بلد نبودی زره اونجا کج بود که زخمی شدید بابا میدون جنگ هر چم زره محکم باشه آدم زخمی میشه تو دنیای جنگ تو دنیای سیاست فراز و نشیب داره باید بریم جلو البته سخته ما با همه سختی ها ثابت کردیم با دنیا میشه کار کرد و رسیدیم به یک توافق مهم بین المللی این توافق رو شش کشور امضا کردن این توافق رو سازمان ملل تایید کرد همه مراحل تی کردیم ما خب حالا در دنیای سیاست ممکنه یه آدمی بیاد یه فردی در یه کشوری بیاد غیر قابل پیش بینی اعمال و رفتارش شما الان به من بگید یه نفر در دنیا به من بگه که کار ترام فردا قابل پیش بینیه نه ما تو خود آمریکا بگه نه خود آمریکا تو خود کاخ سفید یکی از مشاورینش بگه که قابل پیش بینیه همه این ده دوازده نفری که با ترام بودند و ازش جدا شدند شما مساحبه رو ببینید اینا خب با ترام کار کردن آمدن بیرون دیگه میگن هیچ ساعتی ما نمیدونستیم ساعت بعد این چه کار میکنه ما شب میخوابیدیم نمیدونستیم که صبح پامیشیم این چه چیزی رو تویت میکنه و چه کار میکنه نمیدونستیم خب حالا یه آدم غیر قابل پیشبینی آمده و مشکلات درست کرده نه برای ما برای همه مشکلات درست کرده برای مردم خودش برای مردم مکزیک برای منطقه خودش برای پاسفیک برای اروپا همه جا همه خب وارد یک مقوله شدیم مقوله جدید ما شدیم تو این مقوله جدید ما تلاش کردیم ضرر حد اقل باشه این رو برای چی میگم من تو این جلسه مهم اقتصادی میخوام بگم اقتصاد با امنیت و سیاست خارجی ممزوج جدا نیست بعضیا وقتی ترامپ از برجام خارج شد به ما گفتن که شما هم خارج شد خب حالا این شما این تحلیل کنید به عنوان اقتصادی اگر اون شبی که ترامپ خارج میشد ساعت بعد ما خارج میشدیم نتیجه چی میشد نتیجه این میشد میرفتیم تو سازمان ملل تمام قطنامه هایی که علیه ایران بود برمیگشت ما تحریم بین المللی میشدیم چقدر کار برای ترامپ راحت کرده بودیم ترامپ یه غلطی کرده بود ما در برابر او خودمون با دست خودمون رفته بودیم تو یک باتلاق اون دیگه کاری نداشت برای اینکه سازمان ملل بود با ما مواجه اونم اصلا نه مشکلی نداشت با دنیا همه دنیا میشدن روبروی ما حالا دو مرتبه روز از نو روزی از نو یعنی از آغاز دو مرتبه به صفر میرسیم نکردیم ما این کار رو ما این کار رو نکردیم از برجام خارج نشدیم مطالبه کردیم از بقیه گفتیم بقیه باید جبران کنن اگر جبران کنن میمونیم اگه جبران نکنن ما هم تعهدمون رو کاهش میدیم خب کار درستی ما انجام دادیم سیاست ما سیاست درستی بوده تمام ما کاری کردیم که همه دنیا ترامپ محکوم کنن بگم اون کار رو بو غلط بوده حتی اروپایی ها حتی دوستانش شورای امنیت سازمان ملل که نه امسال قبلش که ترامپ تشکیل داد یعنی سال 97 خودش آمد ریاست به عهده گرفت و همه سران رو جمع کرد برای محکومیت ما همه علیه او صحبت کردن این جلسه هم مستقیم در آمریکا پخش میشد تمام رهبران دنیا علیه او صحبت کردن این شد تک شد یه نفر حتی اروپایی هم حمایت نکردن این کار ما یک کار بزرگ سیاسی بوده حالا ما چون یه دولتی هستیم که بعضی از دستگاه تبلیغاتی خیلی دلشون نمیخواد که کارهای خوب این دولت رو تبیین بکنن نمیگن ولا اگر یه کس دیگه بود که خب سی چل رو جشن میگرفتن دو کشور میگفتن که این دولت چجور منکوب کرد آمریکا رو تو شورای امنیت چجور اینا مفتزه شدن تو مجمع عمومی چجور مفتزه شدن خب حالا دولت مظلومه چاره نیست ما باید همه اینها رو باید ما تو جلسات اینچنینی برای شما بگیم و توضیح بدیم همین آمریکا آمد یه اجلاس بین المللی در ورشو درست کرد برای اینکه ایران رو محکوم کنه کشورهای مختلف دنیا رو دعوت کرد نصفشون اصلا نرفتن نصفشون در سطح پایین رفتن و هیچ مصوبه ای نتونست علیه ایران بگذرانه این همه تلاش کرد البته ما هم تلاش کردیم وزارت خارجه ما هم تلاش کرد یعنی همه دولت تلاش کردیم ما خب پس بنابراین در دنیای سیاست ما باید در جهان کار کنیم گاهی ضربه میبینیم گاهی ضربه میزنیم اما اون چه من میخوام به ملت ایران بگم روزی نبوده که ما در دولت و من به عنوان نماینده ملت به فکر سیاست خارجی ما نباشم هر روز به فکر بودم چی کار باید بکنم تماس گرفتیم با کشورهای مختلف حرف زدیم البته این مسیر سخته در این حال تصمیم گرفتیم در تعهدات ما روز به روز کاهش بدیم علا رغم این که این کار ریسک دار بود ولی انجام دادیم امروز که من خدمت شما هستم در زمینه انرژی اتمی ما هیچ گونه محدودیتی نداریم اصلا یعنی شرایط ما به مراتب از قبل از توافق برجام از لحاظ صنعت هستی وضع ما بهتره ما امروز بیش از روزانه غنیسازی ما بیش از زمانی است که قبل از اینکه برجام امضا بکنیم پس ما دست رو دست نگذاشتیم اگر اونا در تعهداتشون کاهش دادن ما هم کاهش دادیم حالا شرایط من میخوام بگم یک شرایط ساده نیست اما ما متوجه هستیم که دنیای امنیت دنیای سیاست و دنیای اقتصاد اینها با هم ارتباط تنگاتنگ دارند اما در اقتصاد ما از آغاز راهی رو شروع کردیم اقتصاددانها ها با نظر ما موافق نبودن بودن بعضی ها موافق بودن من بعد از چند جلسه اقتصادی نظرم این شد که اول باید تورم رو مهار بکنیم بعضی ها مخالف بودن میگفتن این کار اشتباهه به خود من میگفتن نامه برام نوشتن نامه هاشون وجود داره اساتید دانشگاه گفتن شما اشتباه کردی که گفتی تورم باید کاهش پیدا کنه اول برو سراغ رکود تورم ولش کن بذار بره بالا خب حالا ما در بحثایی که دو جلسات اقتصادی کردیم به این نتیجه رسیدیم که نمیشه با این روند تورم نمیشه رکود رو شکست اصلا مردم با این روند تورم قدرت خرید ندارن وقتی مردم قدرت خرید ندارن صادرات شما هم دچار مشکله یعنی تولید نمیشه تولید نمیشه یعنی رشد نمیشه یعنی رکود ادامه رکود به هر این رو شروع کردیم ما اول کاهش تورم شروع کردیم بعد به ما گفتن حالا تو کاهش تورم شکستن رکود سخت تر شد بر شما راست میگن وقتی شما میخوایی تورم کاهش بدی شکستن رکود سخت تر میشه گفتن دیگه شما نمیتونید ما سال 92 آمدیم شروع کردیم کاهش تورم تو سال 93 شروع کردیم دنبال رشد و تو همون سال 93 تو همون سه ماه اول روشن شد که مسیر رشد آغاز شده از رشد منفی ما 92 هم البته رشد ما منفی بود ولی 93 دیگه رشد منفی متوقف شد رشد شد مثبت و این روند رو ادامه دادیم حالا در این شرایط بسیار سختی که ما امروز هستیم و در شدیدترین فشار تاریخ ما هم میبینیم شدیدترین فشار رو دارن به ما وارد میکنن حالا تو این شرایط سخت ما میبایس برنامه ریزی میکردیم من اینجا میخوام تشکر کنم از تمام تولید کنندگان از تمام بانک ها از بانک مرکزی اگر کمک بانک مرکزی کمک بانک ها تلاش تولیدگران کشاورزان همه تو بخش خدمات نبود ما نمیتونستیم عبور کنیم واقعا نمیتونستیم عبور کنیم دنیا هم فکر نمیکرد که ما قادر باشیم عبور بکنیم من الان دو تا نکته ساده به شما میگم تو همین شرایط پیچیده و سختی که ما در این چند سال بودیم به طور متوسط در دولت یازدهم و دوازدهم به طور متوسط سالانه ما 500 هزار اشتغال خالص داشتیم این یه رقمی است که ما میتونیم روش وایستیم تو تمام سختی ها به طور متوسط ما سالانه 500 هزار اشتغال خالص داشتیم در حالی که قبل از ما اشتغال خالصشون در سال ده هزار بوده دوازده هزار بوده کل دوره هشت سال شما ببینید اشتغال خالص چقدر بوده از اشتغال خالص ده هزار و دوازده هزار ما آمدیم به اشتغال خالص 500 هزار به طور متوسط در سال این یه رقم در کشاورزی در تولیدات کشاورزی ما سالانه به طور متوسط پنج میلیون تن محصولات کشاورزی ما افزایش پیدا کرد از اول دولت یازدهم تا امروز 28 میلیون تن محصولات کشاورزی ما افزایش پیدا کرده پس معلومه کشور در حال تحرکه تو همین شرایط ما کاری کردیم در گازوئیلی که وارد کننده بودیم میلیون ها لیتر روز وارد میکردیم خودکفا شدیم بعد در بنزین وارد کننده بودیم خودکفا شدیم بعد تو گاز البته نه در تابستون در زمستون وارد کننده بودیم اینم خودکفا شدیم اصلا من میگم اصلا کل دولت یازدهم و دوازدهم در انرژی خودکفایی در محصولات کشاورزی پیشرفت فوق العاده در اشتغال اش روند قابل قبول حالا ولی اون که ایدئال نیست و تو این سختترین شرایط سال 97 و 98 که من میدونم سختترین ترین شرایط ما بوده من به عنوان یک شاهد میتونم شهادت بدم از اول انقلاب تا امروز و همیشه از اول انقلاب تا امروز در یه جای حساسی من مسئول بودم و حضور داشتم سختترین شرایط اقتصادی ما 97 و 98 بود شما روند رو ببینید در قیمت ارز تو سال 97 به کجا رفتیم رفتیم دوازده هزار رفتیم، سیزده هزار رفتیم، چارده هزار یه روزایی هم شد تا نزدیک نوزده هزار هم ما رفتیم تو سال نوود هفت خودمون نباختیم راه رو پیدا کردیم برنامه ریزی کردیم و ما این رو تونستیم مهار بکنیم تکانه هایی که همین امسال بر ما وارد شد شما ببینید قیمت ارز پرش اونجوری نداشت یه نوساناتی حالا یه مقدار رفت بالا آمد پایین با این کار کار بزرگیه این کار قابل ارزه است در دنیا نمیخوام بگم قیمت ارز امروز رسیده به نقطه مطلوب ما نه خب آقای همتی یک کلمه گفت این وسط صحبتاش حالا از دستش در رفت یا نه گفت ما رانت میدیم منتها به صادر کننده ها رانت میدیم به هر حال آقای همتی هم به صادر کننده رانت میده ازش گرون میخره دلار رو حالا به یه دلایلی میخواد اداره کنه به هر حال کشور رو قیمت ارز باید پایین تر از این باشه ولی شرایط ما رو در نظر بگیرید اینکه شرایط یک شرایط ثبات این کار کار عظیم و بزرگی است اون طرف تو بحث تورم تو بحث تورم هم خب ما شرایط 97 ما سخت بود خیلی اوایل 98 هم سخت بود از اردی بهشت روند اصلاح شد تورم ماهانه کاهش پیدا کرد تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرد کم کم تورم سالانه کاهش پیدا کرد این روند حالا ممکنه تو یه ماه یه توقفی شده باشه ادامه خواهد این روند همین رونده داره ادامه پیدا میکنه من در اینجا ضمن تشکر از همه بانک ها که تو تولید به ما کمک کردن حضور پیدا کردن ما هر استانی میریم استاندار مسئولین اقتصادی بخش خصوصی تشکر میکنن قبلا خیلی گله داشتن حالا گله هم میکنن البته ولی تشکر هم میکنن و این معلومه که یک حرکت خوبی در بانک ها ایجاد شده تو همین وسط این همه مشکلات اصلاحات خوبی آغاز شد خب ما جلسات بسیار زیادی تو 94 داشتیم 95 داشتیم منجر شد به اون دستور ده دوازده ماده ای که من صادر کردم گفتم اینا باید اجرا بشه و از اون وقت شروع شد الحمدلله امروز برخی از اونها اجرایی شده برخیش هم در حال اجراست یعنی شما ببینید کنترل مؤسسات غیر مجازی که داشتن کشور رو به هم میریختن یک کار بزرگی بود انجام گرفت مهار کردن اینها همین ادغام این بانک های نیروهای مسلح که الحمدلله جمع شد و ادغام شد در بانک سپه و مراحل نهاییش رو انشاءالله طی خواهد کرد دیگه این کار کار خیلی بزرگی بود همه کمک کردن مقام معظم رهبری هم کمک کرد همه کار بزرگی بود و کار سنگینی بود تا ما این کار رو بتونیم انجام بدیم این قدم قدم مهمی بود این که الان رئیس بانک مرکزی ما میگه بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده خب نقطه این خیلی مهمی هست که بانک ها حواسشون جمع بکنن بدونن به اون راحتی نیست که هر روز هر مقدار خواستن از بانک مرکزی پول بگیرن این روندی که حالا من الان تو نمودارهایی که تو جلسه قبل بود اگر من حافظم یاری کنه مثلا سال گذشته حدود 160 هزار میلیارد تومان بدهی بانک ها بوده در یک مقطعی نسبت به بانک مرکزی امروز رسیده به 111 هزار میلیارد تومان خب این یک تفاوت خیلی ملموسی است که ایجاد شده و این نشون میده که ما به سمت اصلاح داریم حرکت میکنیم نظارت بانک مرکزی دقیقتر شده تو همین شرایط تو 97 98 ما داریم می‌بینیم شرایط شرایطی است که نظارت‌ها بیشتر شده دقت‌ها بیشتر شده همین موضوعی که امروز اعلام شد این عملیات بازار آزاد ها بازار باز آزاد و باز حالا ببینید بله شما اوپن بگید دیگه حال. عملیات ام او بود برای عملیات بازار بانکی باز این خودش یک حرکت بسیار خوبی هست برای تو موضوع اوراق ما همیشه اوراق ما منتشر بکنیم به هر حال یه مشکلاتی داشتیم کنترل اونها مهار اونها امروز با این روند جدید ما میتونیم بازار مالی رو شکل بهتری بدیم بازار سرمایه ما به همدلله امروز بازار خوبی است بازار کار ما به طور نسبی بازار خوبی است بازار کالا الحمدلله به طور نسبی بازار خوبی است حالا دیگه بازار پولی و مالی دیگه این هم بانک قدم های خوبی و بانک مرکزی قدم های بسیار خوبی رو در این زمینه برداشته و ما میتونیم جلو بریم من دو سه نکته در پایان عرضم میخوام بگم ما سه چهار تا کار باید سریع انجام بدیم تو این شرایط اولا سرمایه های منجمدمون رو فعال بکنیم هم بانک ها هم دولت هم خصولتی ها فرق نمیکنه همه اینها ما یک سرمایه بسیار بزرگی داریم الان بانک به جای اینکه کار خودش انجام بده خود بانکداری کار سختیه تازه داره بنگاداری هم میکنه هم کار بانکی میکنه هم کار بنگاداری میکنه خب ما اگر بتونیم بانک ها رو خلاص کنیم حالا به من به این نتیجه رسیدم که چون ما تو این شش سال هرچه ما گفتیم خاصیتش خیلی کم بود یعنی وقتی به بانک میگیم آقایی اموالته بفروش، نمیفروشه. حالا چرا، دلیلش چیه؟ این چسبناکه، نمیتونه جدا کنه، وقتی جدا کنه میترسه پوست بدنشم کنده بشه؟ نمیتونه، شاید اینجوریه. میترسه، میگه آقا من که اگه نفروشم که اینجا آزاد نشستم راحت، وقتی بفروشم تا اول گرفتاریه. ارزون فروختی، گرون فروختی، به این فروختی، به اون فروختی چیه مشکل واقعا من از مسئولین اقتصادی میخوام با واگذار کردن امر به خود مسئولین به نظر من حل نمیشه یعنی با به یک وزارتخونه میگه ما سهامت بفروش شرکتات رو واگذار کن امروز فردا میکنه بانک با هم همینطور اینه ما باید برایش یه رای پیدا کنیم بتونیم اینا رو یه مرتبه جدا کنیم از همه اینها با یک سبک و سیاق دیگر و با آزادی یک گروهی بتونن اینا رو واگذار کنن این یک تحول بزرگ میشه هم تو کار بانک های شما تحول میشه هم آزاد میشید شما هم تو اقتصاد ما یه حرکت خوبی ایجاد میشه و بعدم شما میتونید کار بزرگی که باید انجام بدید برای کمک به تولید و تسهیلاتی که باید بدید مخصوصا سرمایه در گردش که برای تولید ما بسیار مهمه این کار رو میتونید انجام بدید و کشور میتونید تو مسیر رونق قرار بگیرید این یک کاره که باید انجام بگیره کار دیگری که باید انجام بگیره تمام طرحهای نیمه تمامی است که دولت قادر نیست اینا رو تکمیل بکنه پولش هم نداره و این واگذار کردن این کارهای نیمه تمام به امروز و فردا واگذار میشه اون هم باز مشکلات خودش داره اون هم باید کلا واگذار بشه به مردم و مردم بیان اینا رو به عهده بگیرن اینا میتونه مشکلات ما رو کم کنه سوم اینکه ما یه تسهیلاتی میتونیم در بخش های ایجاد کنیم اون تسهیلات رو ما باید به وجود بیاریم ببینید یک بخش بزرگ ما الان تو آمار ای که در جلسه قبل دیدیم دیدیم موضوع مسکن تورم شگونه بود که غیر قابل قبول هم بود خب مسکن رو ما میتونیم هم رونق درست کنیم هم تورم بیاریم پایین با هم با چی زمینه بدیم به مردم و این مسکن 50 درصد قیمت مسکن مال زمینشه دولت زمین داره زمین ها رو مجانی واگذار کنیم به توسعه گر بیاد سرمایه گذاری بکنه قیمت مسکن ارزون در بیاد صنعت مسکن تحول پیدا بکنه بنابراین اونجاهایی که دولت امکانات داره و میتونه این امکانات رو به حرکت در بیاره باید این کار انجام بگیره و من از مسئولین اقتصادی و بانک مرکزی میخوام تو همه این زمینه ها اقداماتی که میشه انجام بدیم ما انجام بدیم البته ما تو اون بحثای قبلی این بود که سرمایه گذاریه بانک ها رو بیشتر بکنیم اونا قدرت بیشتری داشته باشن یک کاری تو این زمینه البته تو سالهای پیش انجام گرفته باز هم انجام خواهد گرفت تو بازار سرمایه میتونن یک تحول بزرگی درست کنن یه مقداری از این کاری که به دوش بانک هاست تو سنعت های بزرگ، شرکت های بزرگ میشه واگذار بشه به بازار سرمایه اونا حل بکنن بنابراین ما امروز هم راه های زیادی داریم تا از این مشکلات سریعتر عبور بکنیم و در این زمینه همه باید دست به دست هم بدیم تا انشاءالله از این مشکل عبور کنیم <تصفح> البته همزمان ما به فکر این هم هستیم که راحل های سیاسی رو هم دنبال بکنیم یعنی ما در اون زمینه هم دست رو دست نگذاشتیم امیدواریم خداوند اونچه خیر هست برای ملت ما، کشور ما، مردم ما نازل کنه و شما هم در کار بزرگی که بر دوش دارید موفق باشید انشاءالله و سلام علیکم و رحمت الله و